سرخط خبرها. افغانستان یکی از محورهای گفتگوی مقامهای ایران و هند. رئیس جمهور ایران در دیدار با صدر اعظم هند میگوید که کشورش حامی صلح و آرامش در افغانستان است. باید با انگیزه و اراده ساخت آینده منطقه با افغانستان نیز تعامل و گفتگو داشته باشیم. باید کمک کنیم تا ملت افغانستان نیز با حل مشکلات به صلح، آرامش و رفاه برسند. ایران حامی هند. تمرکز روسیه بر روابط تجارتی با افغانستان. زمیر کابلوف میگوید که مسکو با کابل روابط دوستانه و متمرکز بر مسائل اقتصادی دارد. ما به افغانستان و مقامات جدید افغانستان برای تضمین توسعه اقتصادی پایدار به عنوان یکی از شرایطی که فرصت جلوگیری از بازگشت این کشور به کانون توریسم را می‌دهد نیاز داریم. این موارد انتقاد از تأخیر آغاز کار پروژه‌های انکشافی در هرات. باشندگان هرات میگویند که پروژه‌ها در فصل سرما آغاز شده و در زمستان متوقف می‌شوند. و خواست آمریکا از اسرائیل برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خاور میانه. به نام خدا و با عرض سلام، وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه دوم عقرب سال 1403 هجری شمسی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش حامی صلح و آرامش در افغانستان است. مسعود پزشکیان در دیدار با صدر اعظم هند افزوده که به خاطر تضمین آینده منطقه باید با افغانستان تعامل و گفتگو شود و مردم افغانستان برای رسیدن به آرامش و رفاه کمک شوند. دو طرف همچنان در مورد گسترش همکاری ها در بندر چابهار تاکید کردند. امارت اسلامی نیز از تلاش ها برای گسترش همکاری ها در بندر چابهار میان سه کشور استقبال می کند. رئیس جمهور ایران و صدر اعظم هند در حاشیه 16مین نشست سران برکس در کازان روسیه با هم دیدار و در مورد افغانستان گفتگو کردند. مسعود پزشکیان در دیدار با نرندرا مودی میگوید که کشورش حامی صلح و آرامش در افغانستان است و باید با انگیزه و اراده ساخت آینده منطقه با افغانستان نیز تعامل و گفتگو شود و مردم افغانستان برای رسیدن به آرامش و رفاه کمک شوند. باید با انگیزه و اراده ساخت آینده منطقه با افغانستان نیز تعامل و گفتگو داشته باشیم. باید کمک کنیم تا ملت افغانستان نیز با حل مشکلات به صلح، آرامش و رفاه برسند. ایران حامی هر اقدامی است که به تثبیت صلح و آرامش در افغانستان کمک کند. دو طرف همچنان در این دیدار بر تقویت همکاری در زمینه‌های کلیدی مانند بندر چابهار و دهلیز تجارتی بین المللی شمال جنوب گفتگو کردند. مودی با تاکید بر علاقمندی کشورش برای گسترش روابط اقتصادی و همکاری‌های تجارتی با ایران تصریح کرده که با ایده تهران برای گسترش روابط و همکاری‌های کشورهای منطقه موافق است و باور دارد که تعمیق تقویت روابط کشورها بخصوص در زمینه اقتصادی منافع همه منطقه را تأمین خواهد کرد. بدون همکاری مساعدت همسایه ها و پشتیبانی همسایه ها هم رشد و انکشاف نهایت مشکل است و خوشبختی در این است که همسایه ها فعلا دارن چراغ سبز را به خاطر همکاری و به خاطر حمایت و مساعدت با حاکمان امروز و با مردم افغانستان ابراز میکنن. آرزو دارم که اینها تنها در فضای دیپلماتیک نباشه، هم بشر دوستانه باشه و آواز صورت میگیره تکرار نشه و هم قانونمندی خود داشته باشه. امارت اسلامی نیز از تلاش های این دو کشور برای گسترش همکاری ها در بندر چابهار استقبال می کند و می گوید که همکاری ها میان سه کشور فرصت بیشتر سرمایه گذاری را فراهم می کند و کابل نه تنها که خانه تقویت روابط اقتصادی با این دو کشور است، بلکه می خواهد روابط خوب دیپلماتیک نیز برقرار شده و فضای اعتماد به وجود آید. توانستیم تا به حال با همه کشورها روابط اقتصادی خود تقویت ببخشیم و خانه زیستیم که در به خاطر بهبودی روابط اقتصادی و روابط دیپلماتیک بین کشورها هم تامین کرده تا هر گونه تشویشی که باشد بین داره و همچنان یک فضای خوب اعتماد به میان بیاد تا بتانیم با آرامی و آرامش در منطقه زیست سلامت آمیز داشته باشیم و همچنان داد و ستد اقتصادی بیشتر ساخته شود تا بر رفاه منطقه منجر گردد.
با گفته آقای مجاهد، در حال حاضر امارات اسلامی با اکثر کشورهای منطقه روابط خوب اقتصادی و تجارتی دارد و میخواهد که نقش خوب در گسترش سرمایه گذاری ها در منطقه بازی کرده و افغانستان را به چارای ترانزیتی مبدل سازد. روابط روسیه با افغانستان بر مسائل اقتصادی متمرکز است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با بیان این مطلب میگوید که با وجود که امارت اسلامی از سوی این کشور به رسمیت شناخته نشده، اما آنان روابط دوستانه با امارت اسلامی دارند و بیشتر همکاری ها بر مسائل اقتصادی است. در همین حال امارت اسلامی نیز میگوید که در عرصه اقتصادی با روسیه روابط خوب دارند و امیدوارند این کشور در افغانستان سرمایه گذاری کند. خوشبینی های نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از روابط مسکو و کابل. زمیر کابلوف میگوید که روسیه با امارت اسلامی روابط دوستانه دارد و عمدتاً روابط بر اساس همکاری های اقتصادی است. با گفته او، مسئله به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز موضوع پیچیده نبل قابل حل است. ما به افغانستان و مقامات جدید افغانستان برای تضمین توسعه اقتصادی پایدار به عنوان یکی از شرایطی که فرصت جلوگیری از بازگشت این کشور به کانون توریسم را می دهد نیاز داریم. این موارد برای شرایط اجتماعی اقتصادی برای هر کشور ضروری است. ما و آنان در حال ایجاد روابط خوب هستیم. منظور این است که با کمک به مقامات افغان در افغانستان موقعیت بسیار سودمند برای ترانزیت حمل نقل دارد و می تواند به نوع پل اقتصادی میان فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، هند، پاکستان، ایران تبدیل شود. آقای کابلوف افزوده است که امارت اسلامی در 20 سال گذشته تنها نیرویی بوده که به طور مؤثر با گروه های تروریستی به ویژه داعش مبارزه کرده است. به گفته او تعداد نیروهای داعش در زمان حضور امریکا و ناتو در افغانستان به 12,000 نفر می رسید، اما اکنون این تعداد به 2 یا 4,000 نفر کاهش یافته است. آقای کابلوف همچنین توضیح داده که امارت اسلامی پس از به دست گرفتن قدرت تمرکز خود را بر اهداف ملی معطوف کرده است. البته روسیه کشور بزرگی است، تجارتش به افغانستان حتما فایده خیلی خوبی داره و ما باید از تجارت و مسائل اقتصادی با روسیه طوری سازماندهی بکنیم و برنامه ریزی بکنیم که ما باید با او هم مثالی که وام سال اگر 100% بر ما صادرات میکنه، ما 50% صادراتش باید از ما باشه یا 40%، نهایتش 30% ما باید به رضا صادرات داشته شیم. همیشه کشورها و کشور عزیز ما تجارت یک طرفه دارن، همیشه صادرات از واس از ما صادرات نیست. در همین حال امارت اسلامی نیز میگوید که در عرصه اقتصادی با روسیه روابط خوبه دارند و امیدوارند که روسیه با استفاده از این فرصت در افغانستان سرمایه گذاری کند. امارات اسلامی افغانستان هم با روسیه روابط خوب داره و خصوص در عرصه اقتصادی هر دو کشور پیشرفت‌های خوبی داریم و امارات اسلامی خواهان از او است که در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تعاملات اقتصادی بیشتر ساخته شود. افغانستان یک موقع بسیار خوبی با دست آورده که امن است و ثبات داره، باید فرصت شمرده شود و از استفاده صورت بگیره بخاطر اتصال منطقه‌ای. از سوی دیگر سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور گفته که ممکن است نمایندگان افغانستان در نشست بعدی بریکس اشتراک کنند و کابل علاقمند است تا عضو ناظر این سازمان باشد. معاون سیاسی رئیس الوزراء میگوید که امارت اسلامی به زودی نشست بزرگ را در مورد مبارزه با مواد مخدر برگزار میکند. مولوی عبدالکبیر در دیدار با رضا اوتانبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل همچنان گفته که طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات زیر کار است و به زودی تکمیل خواهد شد. رضا اوتانبایوا هم تاکید کرده که سازمان ملل در بخش از بین بردن مواد مخدر، فراهم کردن کشت بدیل و تداوی معتادان اراده کمک با امارت اسلامی را دارد. معاون سیاسی رئیس الوزراء میگوید که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مشمول دفتر پشتیبانی ملل متحد با سفارت‌های خارجی در کابل نشست مشترک برگزار می‌کند و درباره شمار موضوعات مهم صحبت خواهد شد. مولوی عبدالکبیر همچنان در دیدار با رضا اوتانبایوا رئیس یونما در قصر سپیدار گفته که طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات زیر کار است و به زودی تکمیل می‌گردد. این مقام ارشد امارت اسلامی تاکید کرده که آنان بر اساس اصول کار می کنند و اگر نگرانی وجود داشته باشد قادرند در مورد آن صحبت کنند.
اما از یونما خواسته تا درباره شمار از مسائل برخورد مسئولان نکند. ریاست الوزراء سیاسی مرستیال مولوی عبدالکبیر صاحب د دې لیدنې پر مهال څرګنده کړه چې اسلامي امارت د یونما ماموریت په افغانستان کې ځانګړی اهمیت ورکوي. هغه زیاته کړه د نشي توکو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون طرز العمل بشپړېدو ته نږدې سوی ده او ژمنه یې وکړه چې په نږدې ورځو کې به د یونما په ګډون له بهرنیو سفارتونو سره یوه ګډه غونډه ترسره کړي. رضا تنبایوا هم گفته که سازمان ملل در بخش از بین بردن مواد مخدر، فراهم کردن کشت بدیل و تداوی معتادان اراده همکاری با امارت اسلامی را دارد. او گفته یونما یک بخش از کمک‌های مورد نیاز برای زمستان پیشرو در افغانستان را دریافت کرده و در آینده نزدیک برای رشد کاروبارهای کوچک سلسله پرداخت قرضه ها را آغاز خواهد کرد. در خصوص ماهوی مبارزه با مواد مخدر نشست با جامعه جهانی خسر با سازمان ملل متحد از طریق دفتر یونما ضروری و لازمی است، چون جلب کمکی کشورها بخاطر مساعدت به دریافت بدیل بر دهاقین و همچنان مساعدت در این عرصه و همچنان اطمینان حاصل کردن ایشان ضرور است تا بسد این مورد صورت بگیره. مولوی عبدالکبیر همچنان بر رضا تنبایوا گفته که امارت اسلامی ماموریت یونما در افغانستان را مهم میداند. بر بنیاد خبرنامه ارگ، رضا تنبایوا اما گفته که بسته کردن سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه دهقانان و صادرات محصولات زراعتی را ضرر می‌رساند. او تاکید کرده که یونما برای حل این چالش تلاش می‌کند و امارت اسلامی نیز با کشورهای مربوطه صحبت نماید. وزارت اطلاعات و فرهنگ جوایز نقدی و لوح تقدیر را برای شماره از هنرمندان و فرهنگیان اهدا کرد. مسئولان در این وزارت میگویند که از میان صدها اثر فرهنگی و هنری که در برنامه توزیع جوایز فرهنگی و هنری سال 1403 نامزد بودند، 99 تن از هنرمندان و فرهنگیان جوایز نقدی و لوح تقدیر دریافت کردند. معین این وزارت میافزاید که آنان به کارهای فرهنگی و ادبی ارزش خاص قائلند. فرهناز فریبرز جزئیات می‌دهد. اهدای جوایز فرهنگی و هنری برای 99 تن از هنرمندان و ادیبان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ. مسئولان این وزارت هدف از راه اندازی این برنامه را ارج گذاری به کارها و فعالیت‌های هنری و فرهنگی می‌دانند. دا معلوم خبر ده چې د یو هیواد او ولس د علمی، فرهنگی او ټولنیز تاریخ په جوړښت او پایښت کې نومیالی، علمی، فرهنگی او ټولنیز شخصیتونه ډیره سرګنده او بنسټیزه ارزښتمنده ونډه لري. په همدې اساس د دغو شخصیتونو تشویق، هڅول او په دوی کې د پټو استعدادونو د راڅرګندولو په خاطر داسې سیالۍ جوړول مهم او اړین دي. هنرمندان و فرهنگیان 464 اثر فرهنگی و ادبیشان را برای کسب جایزه نامزد کرده بودند و 99 اثر در بخش‌های ادبیات، تئاتر، رادیو، تلویزیون، ژورنالیسم، فرهنگ، فیلم و هنرهای تصویری جایزه دریافت کردند. در 7 بخش مختلف فرهنگ و هنر که شروع البته از ادبیات هست، دوم فرهنگ مثال و همچنان ژورنالیسم، تئاتر، فیلم، هنرهای زیبا، در این بخش البته آثار خود ثبت کردند که مجموعاً آثار ثبت شده امسال به 464 اثر میرسند. داشت یک قوی او غنی فرهنگ در لودون کرده چه اغا الحمدلله لإسلامی شریعت او اساسات سره برابر زمونستاسی پا طولنه که دیر کم داشت یک موضوعات وی چه اغا در اسلامی شریعت او اساسات سره نی برابر. الحمدلله زمونستاسی فرهنگ، زمونږ ستاسو کلتور او زمونږ ستاسو د هیواد دود او کلچر هغه د اسلامي اساسات سره برابر او د ټول نړۍ په سطح باندې ځلاند دي. از سوی دیگر فرهنگیان و هنرمندانی که در این رقابت اشتراک کردند میگویند که باید وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه بیشتر بر سی فرهنگ و هنر داشته باشد تا این بخش بر رشد نسبی دست پیدا کنند. همی پروسه‌ای که تحت نام جایزه کنکور جوایز فرهنگی که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ برگزار شده بود، اینجا اشتراک کردیم در بخش رنگ روغن و توانستیم مقام دوم بگیریم و برنامه بسیار خوبی است که مثلا جریان داره و داورانی که در پروسه انتخاب شده بودن داوران اکادمیک بودن در بخش هنر و ما بسیار خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که برنامه تا سالیان سال ادامه پیدا بکنه. برای رشد و انکشاف فرهنگ افغانستان
که افغانستان یک ملت کثیر الملیت هست برای ازی بسیار زیاد تشویق کننده هست. ولی کتاب ما که در ارتباط نورستان بود کاندید کرده بودم برنده جایزه شدم. در حاشیه نشست یک نمایشگاه نیز برگزار شده و در آن اثرهای هنری به دید عموم گذاشته شده است. با تکمیل کار ساخت یک سرک، ولایت نورستان به ولایت بدخشان وصل شد. مسئولان محلی نورستان میگویند که این سرک در همکاری با حکومت و مردم ساخته شده که بیش از 6 کیلومتر طول دارد. باشندگان محل از تکمیل کار این سرک خرسندند. با ساخت بیش از 6 کیلومتر سرک در ولایت نورستان، این ولایت از رای زمینی به ولایت بدخشان وصل شد. این سرک توسط حکومت و در همکاری با مردم محل ساخته شده که امروز به بهره برداری رسید. نزل تب سرک را ورسو او ننم گټ اخستنه توس پار. دلته مونږ یو هوز لرو او ډیر خيستا د تفریح لپاره د سیلانیانو لپاره یو خيستا زیده. باشندگان محل از ساخت این سرک خرسندند و میگویند که در سال گذشته هزاران توریست از این منطقه بازدید کردند، ولی به دلیل نبود سهولت ها با چالش های روبرو شدند. ډیر مشکلات سره موږ مخامخولو او سیلانیان به چې راتلل نو بیچارهګان به ډیر حقته پاتې و. دا بره منطقه چې دلته چمنونه دي، حوضونه دي، نو دا منطقه د دولو نبوغه بی پاتیو. دلته یو بندی برک د اوبو برک په کار دی چې دلته باید جوړ شي ترسو چې سیلانیان چې راځي هغه د فاره دغه د رڼا ضرورت ور طرفه شي، کوټه د کیبلونه ورته جوړ شي. باشندگان این ولایت می افزایند که می خواهند در این منطقه سرحدی برای توریست ها جای بود و باش فراهم کنند تا توجه توریستان به آن جلب شود. با مشوره یو چرو را خیمگانی ولگو او برقم والی صاحب سویل د شروع همکاری وکي. برقم یو زمینی برابر شي شروع دلته یو 50 کیلوواټ برق مونږه مکان لري جوړي کو او وبام انشاءالله پریمانو بوده او زه مناسب زه لرو کده سی وش انشاءالله خلک ډیر خوشاله مونږ. این در حالی است که پیش از این نیست با کمک مردم محل یک سرک دیگر هم ساخته شده که این سرک نورستان غربی را به ولایت لغمان وصل کرده است. یک مرکز همودیالیز در شفاخانه ولایتی سمنگان گشایش یافت. هزینه این مرکز حدود 100 هزار دلار آمریکایی گفته شده که از سوی شماره از تاجران محلی پرداخت شده است. قرار است در این مرکز مریضان کلیوی تداوی شوند. بر اساس گفته های مسئولان وزارت صحت عامه، در حال حاضر 107 دستگاه همودیالیز در 16 ولایت کشور فعال است و تلاش ها جریان دارد تا این دستگاه در شفاخانه ولایتی ولایت های دیگر نیز فعال شود. باشندگان ولایت سمنگان با استقبال از ایجاد این مرکز خواهان رسیدگی به سایر مشکلات این شفاخانه هستند. در قسمت اتاقای قبل از پروسیجر یا بگوییم معایناتی که قبل از پروسیجر هیمودیالیز و بعد از پروسیجر هیمودیالیز صورت میگیرند تنظیم شد، یعنی یک مرکز مجهز اطراحی، امراض اطراحی و کلیوی در شفاخانه ولایتی ولایت سمنگان که جدیداً تنظیم و فعالیت آغاز کرد. جمله مراکز هیمودیالیز 5 مرکز آن که عبارت است از مراکز هیمودیالیز ولایت تخار، فراه، میدان وردک، زابل و هلمند بعد از تحکیم امارت اسلامی تأسیس و به بهره برداری سپرده شده است. شاروالی هرات در 10 روز گذشته کار چندین پروژه خرد و کلان را به ارزش بیش از 70 میلیون افغانی در شهر شروع کرده است. مسئولان این اداره میگویند در حال حاضر کار 25 پروژه کلان انکشافی هم در داخل شهر ادامه دارد که حدود 60% آن پیش رفته است. این پروژه ها شامل قیرریزی سرک ها، ساخت کانال ها، کنکریت جاده ها و زیبایی شهر است. اما باشندگان هرات میگویند کار بیشتر این پروژه ها با آغاز فصل سرما روبرو شده است که با بارش باران همواره روند کار آنها متوقف می شود. آنان انتظار دارند تا این پروژه ها در وقت تعیین شده آن تکمیل شوند. شاروالی هرات به تازگی کار سه پروژه انکشافی را در نواحی مختلف شهر آغاز کرده است.
این پروژه ها شامل قیریزی جاده ها می باشد که بیش از 5 میلیون افغانی هزینه دارد. مسئولان این اداره می گویند در حال حاضر کار روی 25 پروژه کلان انکشافی جریان دارد. در پروژه اردوالی 3200 متر اردوالی دی او اندازن 11 متر سور دی که پزر به در درو میاشتو به انشالله در پروژه عملی او سر تور سیجوی در خلق و در گشت در پر بر اسپادیه ور بگر زیجوی چه در گشت اندازن 15 میلیون افغانی دی که در شهروالی دی انکشافی بودجه سخور کول کیجوی. شهروالی این ولایت سال جاری کار دهها پروژه خرد و کلان انکشافی را در نواحی مختلف شهر آغاز کرده است. این پروژه ها شامل قیریزی جاده ها، ساخت کانال ها، کانکریت کوچه های داخل شهری و زیباسازی شهر می باشد. اما باشندگان هرات می گویند کار بیشتر این پروژه ها با شروع فصل سرما آغاز شدند. بنان با آمدن بارش باران روند کار به خوبی پیش نمی رود. مردم وقتی ببینند که دولت و حکومت برای مردم پروژه های عام المنفعه در قسمت سرک و پول و پلچک اینا کار میکنن و قطعا مردم هم همکاری با دولت میشن، بیشتر همکار میشن در زمینه های مختلف، در زمینه بازسازی، در زمینه امنیت، در همه بخش ها این اعتماد باورمندی را و این سهولت را برای مردم ایجاد میکنن. این کار سرک اسفالت شروع میکنن، هنو برف نماده، بارش نماده، مردم راحت میشن، خیلی خوش میزی کار، هرچی زودتر اقدام کنن این پروسی سرک ها خیلی خوبه. آنگونه که مسئولان اداره شهرولی هرات میگویند روند کار بیشتر پروژه های انکشافی تا 60% پیش رفته است. بنان تلاش میشود تا پیش از فصل سرما کار این پروژه ها تکمیل گردد. پروژه انکشافی است. پروژه شهرولی و رات هرات میباشه که طول از 1570 متر و عرض 109 متر که مدت کاری از 6 ماه کاری میباشه. در حال حاضر کار روی ده ها پروژه انکشافی شهرولی هرات جریان دارد. اما بیشتر این پروژه ها تکمیل نشدند. همه ساله با شروع فصل سرما و آغاز بارندگی کار پروژه انکشافی متوقف می شود. روند توزیع تخم های اصلاح شده گندم برای 55,000 تن از دهقانان در ولایت هلمند آغاز شد. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت می گویند که با دهقانان در تمامی ولسوالی های این ولایت کمک می شود. دهقانان از توزیع تخم های اصلاح شده خرسندند، اما خواهان ایجاد سردخانه ها هستند. آغاز روند توزیع تخم های اصلاح شده و کد کیمیاوی برای 55,000 تن از دهقانان در ولایت هلمند. مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری می گویند که بر هر دهقان 50 کیلوگرم گندم و 100 کیلوگرم کود کیمیاوی توزیع می شود. با آغاز این روند برای 1500 تن در 5 ولسوالی این ولایت زمینه کار موقت نیز فراهم شده است. چی پدا پروژه که 55,000 سلو بزگرانو تا اصلاح سوی تخمونه داغ رقم تور او سپین کود انبار دا به انشاءالله العزیز د بانک جهانی پملانی مالی ملاتړ باندې او د ای پی او په تخنیکی همکاري باندې د جک موسسه د دفتر د خوا څخه د زراعت ریاست او د اقتصاد ریاست سره په تفاهم باندې تطبیقیږي. د دې ترڅنګ موږ تقریبا 1500 بز مستحق کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي دي، سیوغوی د چک دمو او د کاریزونو او د ترنچونو په حق باندې فعالیت په 15 ولسوالی کې تر سره کی. شمار دیاقین از توزیع تخم های اصلاح شده خرسندند، اما خواهان ایجاد سردخانه ها هستند. مستو خو به کی کفایت کوي مغور د ډیر دغه سخرا ګرځي مش کال ته د خیره دغه کوي کوي موږ سره چمکاری اوس یو باغونه او یو داسې میوه چراله ساتي یو ګدامونه او داسې راته جوړ شي موږ خوشاله شاینده مو سم سپاینده کې موږ یو واسلات د لاسه کوو شاسی لازم دلاس کویا با غون یا دغه میوه ساتیر الله دا خو مشته ډیره شګه تکي مگر وو د یو محدود وخت لپاره د داین د لپاره مشته ګټ نه کیدا چې مشته یو باغونه جوړ کی مشته یو نور داسې عمل ما پیا شی را کی چې مشته یو د یو څومره دوامدار وي دا خو شدی مگر نو داسې یو محدود وخت لپاره جریست. حدود 70% مردم در ولایت هلمند سرگرم دهقانی و مالداری هستند.
ولایت هلمند زمین های فراوان زراعتی دارد و هرگاه به آن توجه شود بخش بزرگ گندم مورد نیاز کشور از این ولایت تامین خواهد شد. در گذشته این ولایت مرکز تولید مواد مخدر بود، حالا اما دیگر در زمین ها کوکنار کش نمی شود. این بود مجموعه خبری این ساعت که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتان شد. از حضورتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار. حامی نشرین برنامه